سلام دوستان، کیمیا هستم و به چنل کیمیکس ریاکت خوش اومدید. خب توی ویدیو میخوام با داداشم به موزیک بچه‌دام از یاس ریاکشن بریم. فقط قبل اینکه شروع کنیم یادتون نره که اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید با دوستاتون شیر کنید. اگه میخواید با من در ارتباط باشید و توی نظرسنجی ریاکشن به موزیک در اینستاگرام هم شرکت کنید، یادتون نره که من توی اینستاگرام فالو کنید که آیدی رو اینجا جناسه. اوکی، پس اینجا میذارم و لینک مستقیم هم توی دسکریپشن. خب دیگه بریم که شروع کنیم. من دفعه چندینیومه ممه چی؟ دفعه چندانومه من دفعه چندانومه تا که داریم دفعه چندینیومه من من دفعه اولمه که دارم اینو گوش میکنم. خب چی باید بگیم؟ دفعه چندوم ها دفعه چند تا ساده دفعه چندوم همه. من فارسی ضعیفم، تو چته؟ آره من دفعه چندوم هم دارم اینو گوش میکنم. من دفعه اولمه. خیلی درخواست داشتین از این آهنگ. مال چند سال پیشه؟ مال 8 سال پیشه. دقیق نمیدونم ولی مال 7 سال پیشه. 15 15 همین سال 6 سال پیش. اوکی. بذار کنارم لطفا. متاسفانه اینو یاد گرفتم نخندم، حتی بعد اینکه فاز گرفتم با یه جوک تا بلند خندیدم سری محکم دستم و گاز گرفتم. فهمیدم که خوب بودن من باستاب نداره. چرا؟ تا آخر این دفت گرفتم. فهمیدم که خندیدم دستم تا بلند خندیدم سری محکم دستم و گاز گرفتم. فهمیدم که خوب بودن من باستاب نداره. وجدان تا آخر این داستان سرابه. فهمیدم کبابی آثار ثوابه، به محتاج فقط بگم که بازار خرابه. فهمیدم گناه میتونه یکی دو روز عادی شه. جامعه خراب. یاد گرفتم که اولش خود یاد بچگی مفتادم که مثلا نباید بخندی نباید بره بالا تا میای یه ذره چیز کنی مثلا. آره دیگه اونم جز جامعه هست دیگه. آره. فهمیدم گناه میتونه یکی دو روز عادی شه، حتی معنوی ترینا تو یک لحظه مادی شه. یاد گرفتم که تخریب کنم، تا یه معروف دیدم بگم ولش کن شاخ میشه. یاد گرفتم که از همه دور این مربوط میشه به دیس میشه خودشون که نه معروف رو دیس نکنن چون شاخ میشه طرف. یا کلن حالا معروف فقط رپر نیست که، کلن یکی یاد گرفتم اینجوری باشم. حالا مثلا چون خودم یه ذره معروف شدم اینجوریه که شاخ نکنم بقیه رو، میدونی فاز طرفداری و ندارم طرف بخواد شاخ بشه واسم. اوکی. تا یه معروف دیدم بگم ولش کن شاخ میشه. یاد گرفتم که از همه دورم آتو جمع کنم، تبدیل به اسلحه کنم، درد دلا رو بشنوم و وقت دعوا همون درد دلاشون رو مسخره کنم. تو دل یک شهر پر از فازهای منفی، راههای مخفی پر خطر، مارهای افعی ایستادی تو چهار راه تردید درگیری. که سکوت کنم و مظلوم تر شم، اجازه بدم همه از روم رد شن، یا بشم یه نامرد که با طبیعت تو چهار راه تردید درگیری. مارهای افعی ایستادی تو چهار راه تردید درگیری. وقتی میپرسی بعد میگم مظلوم تر شم، اجازه بدم همه از روم رد شن، یا بشم یه نامرد که با طبیعت خودشو وفق داد با مرگ آدمیت. نگو مسئله رو واکنش باز، خب مسلمه هر کنشی واکنش داشت. رود بودم صد شدم، روز بودم شب شدم، خوب بودم رد شدم و بد شدم. نصف به نصف قد قشنگ میگه. اصلا خیلی خوبه تو این چیزا. خیلی خوبه که هی میاد روه رو هم میذاره. یکی این خوبه تو این چیزا که بهرام. بهرام هم خیلی تو این فازا. اصلا تا حالا بهرام گوش نکردم. نمیدونم ببین اگه بچه‌ها این پیشنهاد از موزیکای بهرام دارین، اصلا دوست دارین که موزیکای بهرام ریاکشن برام، اصلا موزیکاشو تا نشنیدم. من عاشق بهرامم. حتما توی کامنت ها بهم بگین. و بد شده. نصف به نصف خون به خون این بین ما میچرخه، اینو خوب بدون. ما مثل دومینو به هم ضربه میزنیم، تو به من، من به اون، اون به اون. مگه خودم خیر دیدم؟ درسته. جواب خودم خیر میدم. خوب میگه. اون که داشت میدید که دارم از بین همینه یاسا دوست دارم که منی که زیاد آشنایی ندارم با این سبک موزیکا و زیاد نمیتونم درست بفهمم. چند نفر رو خب اون موقعی که من حالا من خیلی وقت دارم رپ گوش میکنم، خب از دوره راهنمایی اون موقع من همه اون کسایی که رپ اصلا دوست نداشتن خیلی اینجوری بود که آقا رپ چیه نمیدونن، از اینا گوش نکنین، اینا اینجوریه واسه من چی میگه حرف میزنن و اینا. مثلا متال هم به من اینا رو میگفتن. خب اون وقت من با فقط تنها اسلحه دستم هم آهنگای را یاس بودم. یعنی تنها سلاحی که داشتم میذاشتم میگفتم بشین گوش کن، بعد گوش میکرد میگفت شاید
با مسکی اشتباه میکردن یکیشون بابا الان پلیلیستش پر یاسا. آره میبینم بابام داره از گوش کنه. نایس من خودم همینطور. من خودم مثلا قبل اینکه بخوام به خاطر درخواست شما ریاکشن رو انجام بدم واقعا دوست نداشتم رپ گوش کنم چون میگفتن متال میدم بابا من. بعد دیگه وقتی که رپ گوش کردم مخصوصا مثلا آهنگای یاس گفتم نه نه خیلی دقیقاً خوبه. شروع خوبیه. خوب میتونه یه نفر رو علاقه‌مند کنی با این. حتی برای کسی که با موزیکای فارسی زیاد نمیتونه کنار بیاد، مثلا من زیاد شعر رو نمیتونم درست بفهمم، برام قابل فهمه. با اینکه خیلی سنگین مینویسه ولی باز تنگینش بازم قابل فهمه. نم چی بگم. جواب خودم خیر میده. اون که داشت میدید که دارم از بین میرم، پیک میزد بعد مزه میل میکرد. هی ایزد خودت شاهدمی، اسم میکنم دارم میرم توی یک چاه امین. قبول کن دفاع تو این مورد وارده. منم ایزد یعنی چی؟ ایزد همون اینه که امام حسین رو کشت؟ نه اون یزید. وای نه پس ایزد کیه؟ خدای متعالی. خدا رو میگم با ایزد کلمه ایرانیه. شیت بد گفتم من. یه دونه ویدیو داره خب گوهر خیراندیش. وای من پاره شدم اون ویدیو رو که دیدم. گوهر خیر میگه گوهر خیراندیش این فهم کردم یه چیه؟ ضرور یه ضرور مسئله. گوهر خیراندیش اسم و فامیل یه نفره. اینا الان مثل همونه ها. فکر کردم ایزد یزید شبیه همون آخه. نه خواه اشتباه میکردم خود من ببخش. خب بپلی. قبول کن دفاع تو این مورد وارده. منم بد نبودم ولی خودت یادت اون روزی رو که وایستاده بودم تو صف کوپن. دیدم یارو پشت بنز خف کوپن نشسته بود یه قول بیریخ که از سر تا پاش فقط داشت پول میریخ. تو اون لحظه حس کردم که روز مردنمه. دیدم اون که کنارشه دوست دخترمه. منو دید ولی من غریبه بودم. یس ببین اصلا خوراکش اینه یاس. یه جریان واسه تعریف کنه، یه داستان واسه تعریف کنه. داره میگه بد شدم. چرا بد شدم؟ داستان این بود، جامعه اینجوری بود، اینجوریش من بزرگ شدم، اینا رو یاد گرفتم. بعدش هم که این تجربه ها رو داشتم. یکیش هم میگه واضح. ببین خودت باهاش احساس هم درد اینه، خودت میاد کنارش. برای همین که شروع کرد اینو تعریف کردن این بار دیگه گوش کنه. نبودم ولی خودت یادت اون روزی رو که وایساده بودم تو صف کوپن. دیدم یارو پشت بنز خف کوپن نشسته بود یه قول بیریخ که از سر تا پاش فقط داشت پول میریخ. تو اون لحظه حس کردم که روز مردنمه. دیدم اون که کنارشه دوست دخترمه. منو دید ولی من غریبه بودم با همون مانتو که من خریده بودم. این همه تو عشق دادی اونم پاداشت رفت با همونی که آویزون از باباشه. یه اعتصاب نهار یه اعتراض مامان یعنی بنز دم دره یه پاپیونم بالاشه. لفظ میاد که روش حساب کنن میگه میخوام به انبال پدر اضاف کنن. خیلی خود ساخته است همون بنزم از باباش خرید از دم قسط ماهی 1000 تومن ولی من قرض کردم. خیلی خود ساخته است. خیلی اصلا چقدر خوب میگه قشنگی که میندازه. بعد مثلا بازم میگم من با فوشی موزیک مشکلی ندارم ولی آیا کسی میتونه همون فوشم بده ولی بیاد اینجوری تخریب کنه؟ یعنی صورت بندازه اصلا شن. خیلی سنگین، خیلی قشنگ، خیلی این کار است. خلاصه خیلی خوب بلده. قشنگ. واو دقیقاً میگه میخوام به انبال پدر اضاف کنم. خیلی خود ساخته است همون بنزم از باباش خرید از دم قسط ماهی 1000 تومن ولی من قرض کردم تو برات خرج کردم. من کف خیابون رو برات فرش کردم. من واسه یه داشتن تو نذر کردم. من تو رو یه فرشته فرض کردم. من با تنهایی تو با تنهایی که تو رو ولت میکنن تو اوج تنهایی تو اون شهر پرلغا. یه لحظه اول نفهمیدم بعد فهمیدم. چقدر خوب میگه. من با تنهایی تو با تنهایی که تو رو ولت میکنن تو اوج تنهایی تو اون شهر. ببینم آهنگای انگلیسی میتونن یه همچی حرکتی توشون بزنن مسلما. ببین نمیتونی فارسی و انگلیسی رو چیز کنی چون توی فارسی یه جوری بیان میشه تا بتونه اون حس مورمور شدن رو بهت بده. توی انگلیسی یه مدل دیگه این کارو میکنه. نمیتونی مقایسهشون کنی این دو تا رو. کلا به نظرم نباید راجع به موزیک ذهنت بسته باشه و اوپن مایند باشی. سبک مختلف تو اون شهر پرنقاب تو با اون بخواب من با قرص خواب. اگه بپرسم اون کیه که با آشی بم میگی با لبخند بابا اون که داداشیمه.
همون داداشی ها دوشیدنت لباس کن. یعنی که مثلا یه دختری مثلا با دوست پسرش که خیلی صمیمی هستن میگه داداشی من. آره دقیقا میبینی حالا ببین تیکر که میندازه چی میگه. بابا اون که داداشیمه همون داداشی ها دوشیدنت لباسو کندن و تو رو پوشیدنه. گفتم تو خراب میشی اونو آباد میکنی، تو که عروس نمیشی اونو داماد میکنی. ای تو که حرفات تا این روز دروغه، یه تو زردی که حتی نیم روت دروغه. گفتی برمیگرده بازم خامش میکنم، گفتی ببخشید حل خواهش میکنم. بعد 6 سال درای دلت باز شدم، واسه خودم اومدی یا چون کیاس شدم. یاسو نگه چه جالب خیلی قشنگ. بازم خامش میکنم، گفتی ببخشید حل خواهش میکنم. بعد 6 سال درای دلت باز شدم، واسه خودم اومدی یا چون کیاس شدم. یاسو نگهدار فقط واسه رپ، اون به کنار در اصل من یاسره. اون که واسه اسمش ریاضت کشیده، حق بده پشت میز ریاست بشینه. دارم عقده هامو در میارم. ببین کلا این شکلی کاراش، تو کاراش یه تیکه از درداش میگه، بعد یه تیکه تو رو با خودش همراه و هم درد میکنه، خودش هم گنده نمیبینه. بعد تیکه آخر وقتی تو آماده است ذهنت، خودشو میکشونه بالا و اینجوریه که تو قبولش میکنی. باز اینجوری مثل بقیه نیست که سعی کنه مثلا اصلا اول شاخ اینجوری صحبت کنه که تو باش همدردی نکنی باش نتونی قبولش کنی. اولش از دردا میگه، بعد تو درداش جوری تعریف میکنه داستانش که تو باش همراه بشی، بعد آخر سر شروع کنه از خودش تعریف کردن. ولی خیلی با دقت، حساس، ظریف اونجوری تو میتونی باش همراه بشی و ترک به ترک بیشتر اعتبارش میره بالا واسه تو. دارم عقده‌هامو در میارم از دلم. میبینی حتی وقتی مثلا یه تعریف این شکلی از خودش میکنه، پشتش میگه، پشتش یه توضیحی میاره. آره. من دیدم اینو تو بعضی از تراکاشا. دقیقاً همینو میگم، میگم خودش رو گنده نمیدونه. یه جوری مثلا میگه میدونی توضیح میده که مثلا میدونی چه فرهنگ ایرانی رو خوب درک کرده. دقیقاً میدونه چه جوری پله به پله ایرانیا رو بخوایش همراه. یه جوری انگار مثلا یه حالت تعارف طوری که مثلا اگه همین حرفی بزنه تو که نه بابا واسه همینه که این تراکا رو من واسه اون کسایی میذاشتم که نمیدونن اصلا نمیخوان بیان نزدیک تن رپ فارس. بعد وقتی اینا رو واسهشون میذارم، اینا رو من اون موقع مثلا میدونی کدوم ترک رو واسهش میذاشتم؟ مثلا آهنگ ایرانش رو میذاشتم. ایران یا اساسن گوش کردی؟ نه مطمئنم گوش نکردی. خیلی قدیمیه. اون ترکاشو میذاشتم، ترک های قدیمیش اون موقع اونا رو میذاشتم، بعد همشون جذب میشدن. یاسو نگهدار فقط واسه رپ، اون به کنار در اصل من یاسره. اون که واسه اسمش ریاضت کشیده، حق بده پشت میز ریاست بشینه. دارم عقده‌هامو در میارم از دلم، سر تو درد میارم معذرت. تو شاد باش، من که نبودم داش، تو این آهنگ تو سنگ صبورم باش. البته اینم که حرف جالبه که ما تموم حرفامون حق به جانبه. ما از خوبیامون دم زدیم، وگرنه منم به خیلی ها کم بدی نکردم. دختر موقعیتم، خدایی بد نبوده عمق نیتم. ولی بزا بعد و بیره ها رو حوالم کنن، بلکه خالی شن و منو حلالم کنن. منم یاد گرفتم اینا رو از اجتماعمون و توجیه نداره، کارم اشتباه بود. اگه درد دارم بوده حقم لقم، یه حساب کتابی بوده که مونده. منگو شنیدن جلو تخندم میگیره آخه اگه درد دارم بوده حقم. ببین چه آدم خوبیه، خدای آدم خوبیه. یعنی مثلا واقعا با کرکترش حال میکنی. اینجوری نیست که فقط با امانی رفر بخواهی نارش کنی. دوسته مثلا بگی چه میدونم مثلا دمت گرم مثلا. آره اگه درد دارم بوده حقم لقم، یه حساب کتابی بوده که مونده عقب. بگذاریم اینم با یه دیده روتین، بشنو بگو بس که دیکته خوندی. تو هم اگه زندگی ما رو دیده بودی، تو صد تا ترک سر تا پای ما رو می نمودی. ولی واسه من رپ یعنی داستان، از اون که زخم خورد ولی باز واستا. آره رپ یعنی آرمان، از زیر زمین پرواز به آسمان. من واقعا تعریف یاس و عرب دوست دارم. مثلا خیلی ها میان تعریف های عجیب غریبی از رب که من کسی نیستم که بخوام بگم این درست میگه اون درست نمیگه، چون گوش نکردم. شاید همینه ولی نمیدونم. ولی بعضی میان میگن رب یعنی یاقی بازی، رب یعنی نمیدونم تهاجم، رب یعنی نمشی. به نظر من رب یعنی این که میگه این یاس. یه آهنگ دیگه هم داره یاس، خب اون آهنگش واسه بچهای درود صف خونده، خب اون کلاسیک سوخت برای اونا خونده. اسم آهنگ از چی بگم؟ تو اونم این تیکه که این آخر میاره رو یه جورایی میاد. گوش کن. داستان از اون که زخم خورد ولی باز واستا. آره رپ یعنی آرمان، از زیر زمین پرواز به آسمان.
زیرزمینی هن دیگه اینا اصلا اون موقع خیلی این صحبتش بود رپ می موزیک زیرزمینی و از این صحبت هنوز هم هست نیست؟ آره هنوز هم هست خب ولی اون موقع الان خیلی عادی شده الان فضای مجازی هست دقیقا اون موقع اینا نبود بعد مثلا ما چجوری بدون فضای مجازی انقدر تونستن به گوش دقیقا. مردم برسونن دقیقاً باورت نمیشه با دایال آپ میرفتیم بعد توی بیا تو رپ یا از یا یه ساعت دیگه هم بود همینجوری به بیچارگی اینا مثلا یه موزیک 3 مگابایتی رو نیم ساعت دانلود میکردیم و مثلا ما میشدیم گوش میکردیم بکن خیلی خوب بودن اون موقع بعد حالا میگم اون موزیک هست از چی بگم اونجا هم میگه صدای منو بشنو از زیر خونت من صدا تو به گوش همه میرسونم زیر خونت منظورش با زیر زمینه این همینجا که میگه از زیر زمین پرواز با آسمان معنی رپ واسش واقعا یعنی این یکی از قلمشه خیلی میگه تو گفتی اره. یکی هم اینو من دقت کردم خیلی جالب و درست میگه تو اینو نگفت از قلمش چیزی یادش اصلا قدرت قلمو از اول تا آخر آهنگ فهمیدی یعنی آرمان از زیر زمین پرواز به آسمان 40 بار این قسمت میشه کلن اینجوری هم یه چیز دوست دارم یه میزنم عقب دوباره گوش بکنم من همین کارم شد واقعا موزیکای یوسف دوست دارم یعنی ببین انقدر قشنگه همش من یه موزیکی رو خوشم میاد ولی وارد پلیلیستم نمیکنمش روزمره گوشش کنم ولی موزیکای یوسف واقعا اینجوریه که دوست دارم باز گوش کنم میدونی همیشه یه چیزی تو موزیک یوسف حیف میشه به نظر من چی یا بیت معمولا حیف میشه چون حواست میره به شعر حواست میره به کلمه من خودم بیشتر موقع حواسم از بیت پرت میشه بعد دوباره دفعه بعدی گوش میکنم بدون بیت بخونم آفرین دفعه بعدی دوباره گوش میکنم بیت رو این دفعه دقت میکنم نه اون بیچاره آهنگساز چیکار کرده البته اونم خیلی خوبه کار ولی فکر کنم مثلا یه موزیکی رو اصلا نمیدونم داده هم چه موزیکی هست یا نه اگه هست بهم بگین ولی یه موزیکی که بیتش دیوونه باشه از اون ور شعر که خب همیشه کارش عالیه اونم دیوونه باشه یه همچین چیزی واقعا فکر کنم بمب بشه چون خب قلمش که اصلا حرف نداره بعد اون ور یه بیت خیلی خفنی هم بیتش خیلی خفنه همین آهنگ یه آره. بیت ملو ولی موزیکای موزیکای خارجی امروزی اگه دقت کنی اصلا شعری ندارن فقط همش رو بیت داره میره جلو یعنی یه خواننده ای فقط واسه ظاهرش معروف میشه و اون بیتی که موزیکش داره یعنی واقعا شاید صداش یا شعرش یه چیز هنر خاصی نداشته باشه فقط واسه ظاهرش و بیت موزیکه که میره جلو و مثلا میگم حالا که این مثلا شعر خوب میگه رپ خوب میکنه فکر کن یه بیت خفنم بیاد رو کارش دیگه میترکونه واقعا اگه همچین موزیکی دارم حتما به معرفی کنی داره خودم بهت معرفی کنم شما معرفی کنید بله خب ویدیو دیگه تمومه خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید اگر از این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره که لایک کنید لایک کنید بخاطر اینکه بچه اگه لایک نکنید بگو بقیه شو اگه لایک نکنید من میدونم چیه ولی خب اون کلمات و این چیزاشو بذار خودش بگه لایک کردنتون باعث میشه که الگوریتم یوتیوب به ما کمک کنه تا چنلمون رشد کنه و در نتیجه باعث رشد بیشتر چنل میشه پس خیلی ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید چون با این کار خیلی به ما کمک میکنید یادتون نره که چنلمون سابسکرایب کنید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما با دوستاتون شیر کنید امیدوارم شب و روز خیلی خوبی داشته باشین و تا ویدیو بعدی خدافظ